Çelçelim o, çelçelim o, çelçele yek nazar bi be hasad çele کشد همچو شیر مست شود نهر کشد همچو شیر فیلسوف صوفی یعنی چه؟ حکیم یعنی چه؟ خرد و دانش یعنی چه؟ براستی چرا ما باید انسان کامل را پیدا کنیم؟ براستی راز پنهان در ریسار چیست؟ براستی اگر قرار باشد که ما در ادامه زندگی ادامه بدیم نبمیریم چه خواهیم دید؟ علم، دانش از هزاران سال پیش تا هزاران سال بعد همه در برنامه ایست به نام ریستارت. و چون شما خواستید که قبل از برنامه یک ریستارت یک برنامه ای داشته باشیم تا هر کس که میخواهد وارد شنیدن ریستارت بشه یه سری اطلاعات کوچولو داشته باشد، این برنامه را برنامه صفر نامیدیم. تا شما ریستارتی عزیز تبلیغاتتون رو شروع کنید و برای هر کسی که دلش میخواد متعصب و غیر متعصب بفرستید و بدانید که اگر حتما گوش خواهد کرد. Welcome to صفر. Welcome to انسان کامل. Welcome to ریسا. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلارو، زمستونو دک کنیم زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اوله حبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم، سیمرغ عطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، طبیب و بیمار بشیم. خوش آمدید به برنامه صفر. قبل از که برنامه رو شروع کنیم فقط این توضیح کوچولو بدیم، این که ساعت‌های زیادی نمانده است تا فاز یک تمام شود. در فاز دو چه اتفاقی خواهد افتاد و چند حالت داره در برنامه‌های بعد به زودی تقدیم شما خواهیم کرد. هیچ ریستارتی بدون هماهنگی حتما هیچ کاری در هیچ جای جهان انجام نخواهد داد. و همین خاطر ارتش زمینی و هوایی ما و عرضم حضور شما که گارد ویژه باید حواستون باشه که اگر حرکتی قرار حتی انجام بشه قطعا از اینجا اعلام خواهد شد. اینو گفتم که در جریان
باشید. اما اینکه با خردتون کارهایی رو دارید انجام میدید، مثل شعار نویسی هایی که از اول هم بوده، یا رو پول می نوشتید، یا ارزم رو شما که یه سارت رو دیوارها می نوشتید، یه جاهایی می نوشتید که همه ببینن و اینا، اینا اشکال نداره، خیلی هم خوبه. و تک و توک، تک و توک یعنی ده و دوک در اصل باید بگیم، چون ده ها ده ها دارن این کار انجام میدن واسه ما میفرستن، نه تک و توک. ولی اینا اشکال نداره، اینا خردهایی است که شما باید آماده کنید خودتون رو برای تقویت و تربیت خردتون، زیرا که ما رو یه استارتی ها اگر قرار آینده کشور رو درست کنیم، باید یادمون باشه که از خرافات دین و بیدینی جدا شیم. یعنی هم بیدین ها رو حرفاشون رو گوش نکنیم، چون هیچی بدبخت ها ندارن برای گفتن، و نه دیندار ها رو حرفاشون رو گوش کنیم، زیرا که اونها هم بدبخت ها رو طول تاریخ نشون دادن که چیزی ندارن. و حکومت ها با ساختن 72 ملت یعنی بیدین و با دین تلاش کردن که بر گرده من و تو سوار بشن و خرد و پیامبر بزرگ بدن ما یعنی عقل را از ما بگیرن و ما را با حمار مساوی قرار بدهند. و این فرق توی ریستارتیست با دیگران. اما کسانی که دارن این برنامه رو میشنوند، کسانی هستن که برنامه صفر ریستارت دارن گوش میکنن و تازه میخوان وارد برنامه یک بشن. چرا ما این برنامه رو ارائه دادیم؟ برای اینکه کسانی که وارد شنیدن برنامه ریستارت میشن، بعد از 7-8-10 تا برنامه انگار یک مشت بزرگی تو صورتشون خورده، میریزن به هم و هزاران سوال در ذهنشون به وجود میاد و هی میخوان این سوالا رو مطرح کنن. و اصولا هم سوالا تکراریه، زیرا که برنامه 10 وارد برنامه 20 میشن، سوالا خیلی هاش جواب داده میشه و صبر نمیتونن بکنن. برنامه صفر رو داریم ارائه میدیم برای اینکه تویی که داری این برنامه رو گوش میکنی بدونی در کدام جایگاه قرار داری و چه چیزی رو قراره بشنوی. خیلی نکته مهمیه. کسانی که با ریستارت مخالفن، در طول برنامه ریستارت در آینده شما خواهید فهمید که کسانی هستن که ما اصطلاحا بهشون میگیم یا نطفه‌شون اصلا مشکل داره، و این نطفه‌شون میگیم مثلا مشکل داره، دلیل برای نیست که شما فکر کنید که اینها بشر نیستن، یا بشر که نیستن، آدم نیستن، شما نمیتونی اینو بگی. ما منظورمون هم این نیست، ما میگیم که درخت سیب دارای نطفه سیبه و درخت گلابی نطفه گلابیه، به این میگن میوه. اما خب خیلی درخت های دیگه هستن، علف های هرز هستن، همه دارن زندگی میکنن، ما قصد کشتار علف های هرز هم نداریم. اما اگر این علف های هرز دور یه فیلسوف و یه صوفی یا دور یک درخت میوه بخواد رشد کنه، مجبوریم به سوزوندنش، و این کاری نیست جز این که با خرد و اندیشه انجام بدیم. و تو که داری برنامه ریستارت شروع میکنی، مطمئن باش میریزی به هم. منطقیه. چرا؟ زیرا که من و تو میمونوار قوانین دینی خودمون و بیدینی خودمون رو برای خودمون در اصل میشه گفتش که چارچوب بندی کردیم. یعنی چی؟ یعنی ساختمانی ساختیم که نماز میخونیم، که میریم مسجد، که عربده میکشیم، که با انداختن قطرات عشق از داخل چشمان رو قرنیه بعد بندازیم وسط عرضم و شما که لبهای خودمون، فکر میکنیم که به خدا میرسیم و خدا منتظر گریه تو برای حسین ابن علی یا مسیح یا موسی یا دیگران است. این باورها با سؤال سقراطی ریستارت به هم میریزه. یعنی ما میان بهت میگیم تو مامانت مامانت نیست، خب میریزی به هم. بعد میگیم بابات سه تا زن دیگه داره، تو اصلا بچه بابات نیستی، میریزی به هم. بعد میگیم تو اصلا خودت نیستی، دوباره میریزی به هم. یعنی سوالهای ریستارت رو میریزه به هم. گروه دیگری که با ریستارت مشکل دارن، گروهی هستن که عناد دارن، یعنی میدونن ولی مخالفن. دلیلش چیه؟ دلیلش این که اگر مردم موضوعی رو بدانن، حتما اینا رزق روزیشون قطع میشه و علت مخالفتشون با شنیدن سوالهای سقراطی در ساختار بسیار زیبای ریستارت خطرناکه برای جامعه. این سوالا پاسخی نداشته تا الان. اگه قرار بشه که اسم یک فیلسوف الان اسم برده بشه، باید اسم من برده شه. یعنی آقا این بزرگترین فیلسوف ایرانه. چرا؟ چون من واقعا خوب دزدیدم، یعنی مطالب قشنگ دزدیدم دارم توضیح میدم. فیلسوف از نظر ادبیاتی یعنی خرد، خردگرا،
خود جناب آقای دهخدا هم توضیح میده، یعنی دانا، فرزانه، خرد پژو، داننده، دانشمند، یعنی کلمه فیلسوف یعنی حکیم. اون وقت میایم میبینیم که لقب‌های آدم‌هایی هم که در طول تاریخ داشتیم مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، این کلمه حکیم یعنی این داننده است، یعنی این فیلسوفه. ولی در جهان متاسفانه اسامی آدم‌ها به عنوان فیلسوف معرفی شده برای اینکه دوباره مردم جهان رو گول بزنن، یا اینکه گروهی مطالبی رو از گذشته دزدیدن و نگفتن منبعش کجاست و ما دزدیدیم، مثل داروین. پس چرا شما بعد از اینکه این برنامه رو گوش میکنی متوجه میشی من فیلسوفم؟ برای اینکه توی شرایط قبلی هرچی فیلسوفا گفتن هیچی نفهمیدی. و چرا من هی تو این برنامه میگم این برنامه مال من نیست که به تو بگم ببین پسر خوب، دختر خوب، من فیلسوف نیستم، من مطالب رو دزدیدم توضیح دادم و تمام فیلسوف هایی رو که شما میشناسید دزد بودن. اسمشون گوشی شما فیلسوف، مثل همین الان که پر فیلسوف در جهان هست، یعنی از مارکس سوال میکنن آقا شما مارکسیستی؟ مکتب توه. میگه خدا رو شکر که زنده‌ام، بگم من اصلا مارکسیست نیستم، یعنی این چیزایی که اینا دارن میگن مال من نیست. هگل هم همینطور، یعنی شما با شنیدن برنامه ریستارت نیچه رو میفهمی، هگل رو میفهمی، مارکس رو میفهمی، افلاطون رو میفهمی، سقراط رو میفهمی، فیثاغورس رو میفهمی، میفهمی که بطلمیوس و ارسطو با حکومت بودن و پولای هنگفت گرفتن برای تحریف، میفهمی که زمان شاه کتابای عرفا اهل تصوف سانسور شد، زمان جمهوری اسلامی هم سانسور شد، میفهمی، حقانیت ما رو میفهمی، چون برای خودت به جای اینکه فکر کنی شاخ در میاری، بعد از چند تا برنامه ریستارت که گوش میکنی شاخ در میاری، یعنی میگی مگه میشه آخه چرا باید سعدی رو سانسور کنن؟ اصلا تعجب میکنی، میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اینکه نون بربری سانسور کنیم، نون بربری مثل هوا رو سانسور کنیم، میگه آخه این هوا لازمه بدن منه، چرا اینم سانسور میکنن؟ آخه چه سودی جمهوری اسلامی داره که ده ها هزار آدم در دنیای مجازی اینستاگرام و تلگرام و توی اینترنت و گوگل بذاره و میلیاردها دلار خرج کنه که سعدی رو سانسور کنه؟ آخه چرا سعدی رو سانسور میکنن؟ سعدی که با جمهوری اسلامی درگیر نیست. و بعد از مدتی که برنامه ریاست گوش میکنی متوجه میشه اصلا جمهوری اسلامی اومده که سعدی بره. بعد میفهمی چرا شاه شعرهای شاه نعمت الله ولی رو سانسور کرد، چرا در دوران 20 سال آخر شاه داشت این اتفاق میفته، چرا هر آن چیزی که رضا شاه شروع کرد به درست کردن کتابها پسرش به هم زد، خراب کرد. حضور روسها و انگلیسی ها رو در این کشور میفهمی. و در ریستارت ما حرف نزدیم، ثابت کردیم، یعنی ثابت کردیم که سانسور شده. یه خانم آقایی که داری برنامه صفر رو گوش میکنی میخوای وارد یک بشی، ما هرچی گفتیم ثابت کردیم، یعنی شنونده برنامه ریستارت بلند شده رفته تو اینترنت زده شاه نعمت الله ولی، بعد دیده کل شعرش سانسوره، بعد دیده که 500 تا 5000 تا سایت های جمهوری اسلامی این شعر رو زدن ولی با سانسور و به نفع خودشون. خب تو اگه 1% اصلا نمیخواد تو خیلی آدم باهوشی باشی، 1% خوش داشته باشی، بعد از شنیدن برنامه میگی اولین سوالت اینه که چرا سانسور میکنن اینا رو؟ چرا باید سعدی سانسور شه؟ چرا باید مولوی سانسور شه؟ چرا باید حافظ سانسور شه؟ کدوم بیتا باید سانسور شه؟ مگه تو این بیت چی گفته باید سانسور شه؟ ببین پسر خوب نگاه کن، خودت نگاه کن، تو اگر واقعا 1% شعور، 1% فهم بذاری تو این برنامه، بعد از این برنامه فیلسوفی، یعنی تمام ریستارتی ها الان فیلسوف هم برنامه صد، برای همین جیغ میزنن. تو فکر می‌کنی اینا مثلا به دیوونن، یا مثلا فکر می‌کنی که مثلا بی سوادن؟ دکتر ریاضیه، ریاضی محض خونده، فیزیک محض خونده، روستاییه، گوسفندا رو صبح میبره اونجا دانلود کرده داره گوش میکنه، همه قش هست، برو تو دانشگاه ببین چه جوریه. تو فکر می‌کنی ریستارتیا اینقدر خنگ بودن که مثل تو ان خنگ باشن که مقلد یک آخوند باشن؟ نه، ریستارتیا باهوشن،
اتفاقا هوش و خرد و فهمشون مجبورشون کرده این برنامه رو گوش کنن. یعنی اگه کسی ریستارت گوش نکنه شما به خرد و فهم شک کن. برای یکی میگفت که آقا ما بریم با دختر پسرها با ریستارت یا با هم ازدواج کنیم، اگر دختری ریستارت گوش کرده و نمیفهمه نفهمه، ازن شک توش نکن، مطمئن باش زیر سواله، این نمیتونه در آینده چیزی به تو بده. اصلا تو برای چی ازدواج میکنی؟ بابا دو نفر میرین توی یه اتاق، توی یه ماشین، توی یه مسافرت 500 دفعه با هم دعواتون میشه، دو تا دوست. و تو چطور یه زنی انتخاب میکنی که 50 سال بعد تحملش کنی؟ گوش نمیکنه، حرف نمیزنه، نمیفهمه حافظ چی میگه. این چه بچه ای میخوای تولید کنی؟ شما الان آب مسخره رو، آب شیر رو هیچ وقت با آب خوب تطی نمی کنی. آب شیرین، آب شور که هی مولوی اینا دارن میگن، یعنی شما همین الان بلند نمیشی بری یه آبی که خریدی 7 دلار، 5 دلار، 3 دلار با آب شیر قاطی کنی، میگه آقا اصلا من اینو خریدم بخورم که اونو نخورم. و چطوری یه زن میگیری که هیچی نمیفهمه و این آب شور و شیرین رو قاطی میکنی، یه بچه میدی بیرون شاسگول؟ برای همین بله، اگه واقعا به این فهم برسه، دختری که حافظو میفهمه حتما میفهمه تو رو. حالا اگه دو تا فوشت هم داد به خاطر حافظ میبخشی، مفهوم داره، میدونی، یه بیلیوی داری، یه آینده‌ای داریم، یا عوضش این زن من یه دو تا قُر میزنه ولی حداقل حافظو میفهمه، بچه من یه چیزی درست در میاد این تو. و این ملاکه. خب شما پس توی این برنامه وقتی وارد میشی خرد تکون میخوره، عصبیت میکنه، ناراحت میشی، گیج میشی، از سانسورها گیج میشی، در طول تاریخ گیج میشی، بعد میبینی که اینا چی میگن، اون چی میگه، چرا اینجوریه. به مرور که ریستارتو گوش میکنی سوالهای تو پاسخ داده میشه، رازهای بزرگی در ریستارت روشن میشه، و بعد دست ادیان، بیدین‌ها و حکام رو میشه و یواش یواش تو به ریستارت بلیف پیدا میکنی و باور میکنی ریستارت. بعد علت کشتار صوفیان تو را دگرگون میکند. بعد میبینیم که یه داستان شنیدی به نام سقراط، یه اسمی میدونی به نام سقراط و میدونی اینو کشته شده ولی نمیدونی چرا کشته شده، و بعد میفهمی که افلاطون چرا باید وقت گرانبهای خودش رو بذاره و افکار سقراط رو بنویسه و بگه آقا من این برنامه مال من نیست، منو فیلسوف نام نذارید رو من، من این برنامه رو دزدیدم، افکار سقراط رو دارم بیان میکنم. بعدم میفهمی چرا مولوی میاد میگه شمس من و خدای من، اینا رو به مرور میفهمی. جایگاه عطار رو در برنامه ریستارت میفهمی، میفهمی که تو آدمهایی داری که حرام خوندن کتابشون، انقدر فاصله خرد فهم و شعورشون با من تو فاصله داره، دیگه نمیرسی توی مسابقه دو و جامپ میکنی و میمونی. و اونجاست که مولوی میگه که هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمیه کوچیم. اینو میفهمی تو در برنامه ریستارت، میفهمی چرا باید روزه بگیری، چرا نباید بگیری. راه های رسیدن به خدا با پول نیست، این چیزیست که ادیان به تو میفهمونن، یعنی کلاس عرفانی نیست. یعنی من نمیتونم الان برای ریستارت کلاس عرفانی درست کنم که تو بری از یه نفر یه چیزی یاد بگیری. تعداد دانندگان، دانایان، حکما، فیلسوفان و صوفیان در جهان انقدر کمه که کلاس نمیتونن واکنن. پس با کلاس تو نمیتونی عرفان و تصوف رو بفهمی. در این ریستارت میفهمی که عرفان، تصوف، صوفی، فیلسوف همه یک گروه هن. گروهی هستن که وحدت وجودی هایی هستن که موجودی به نام انسان کامل رو پیدا کردن. پس راز انسان کامل رو در برنامه ریستارت که میری جلو گوش کنی میفهمی. بعد میفهمی که در هر دوره یک انسانی وجود داشته اسم اون انسان کامل بوده و تمام شعرا، عرفا، صوفیان، فیلسوفان، دانایان، خرد پیشگان همیشه راجع به این آدم حرف زدن و از چشم و ابرو و گوش و لب و دهان این آدم شعر ساختن، و نه اینکه به قول این آخوندها مولوی عرق سگی خورده و دنبال حافظ، دنبال عرق و دخترها و ایناست.
و این نمیفهم فرق نبی و ولی و وصی و پیامبر رو تو این برنامه میفهمی. در این برنامه یواشاش میفهمی که جهان هستی چجوری شکل پیدا کرد. یعنی چیزی حدود 400 تا 500 سال از دانشمندان در این برنامه میفتی جلو. چرا؟ چون شکل و شمایلی که دانشمندا دارن توضیح میدن همیشه فرضیه بوده، همش تغییر کرده. اما زمانی که دانشمندان الان در این عصر میفهمن که جهان یونیورس جهانی است که بیلیاردها میلیارد توش فقط یونیورسه، نتیجه میگیرن به حباب جناب آقای شاه نعمت الله ولی بیلیو و ایمان پیدا کنن. در این برنامه میفهمی که داروین قبل از این که داروین نامی بیاد 500 سال قبلش عزیز الدین نصفی ایرانی بزرگوار قشنگ نظریه داروین رو داده و چرا داروین نتونسته نظریش رو کامل کنه، چون کتاب دزدیده به نام خودش زده. در این برنامه میفهمی که هگل، عرضم حضور شما که مارکس و خیلی از فیلسوفان آلمانی و دیگر فیلسوفها مطالب رو دزدیدن. یعنی میگه دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی رو برداشتن به نام خودشون زدن، اسمشون شده فیلسوف. یعنی دزدان خیلی خوبی بودن. تو این برنامه میفهمی جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. در این برنامه میفهمی که کل تفکرات مولوی، سعدی و حافظ، صغیر اصفهانی، خواجو کرمانی و خیلی از بزرگان، هاتف و خیلی از بزرگان رو آدمهای دیگر در کشورهای دیگه دزدیدن. بعد غمگین میشی بعد از ادامه این برنامه و بعد میگی که ای کاش خاک منو برده بودن، ای کاش شهرهای منو نابود کرده بودن، ای کاش مردم منو کشته بودن، کتابهای ما رو فروختن. یعنی 300 400 500 سال شروع کردن دانشگاه های آکسفوردی که در نیشابور و شاهرود و در جای جای ایران بوده، کتاب های این فیلسوفان صوفیان رو برداشتن و حکومت ها بدون این که تعصبی رو این داشته باشن تحویل دادن به انگلیس و به کشورهای دیگه، اونا کتاب ها رو برداشتن خوندن و دزدیدن. حالا یکی مثل داروین شرفش میره رو هوا، نظریهش رو تموم نمیتونن بکنن، دانشمندا این بز نشستن نمیدونن چیکارش کنن، یه نظریه است که درسته ولی غلطه، نمیدونن آخرش چیه. چرا؟ چون کتاب اصلی عزیز الدین نصفی رو پیدا نمیکنن. تو این برنامه تو یواش یواش اینا رو میفهمی و میفهمی که فیلسوفا به دو دسته تقسیم میشن. فیلسوف هایی که از طرف انسان کامل و از طرف خدا اومدن و وحی بهشون و حرفاشون سنده، همانند افلاطون و جالینوس و سقراط و مولوی و سعدی و حافظ و فردوسی و خیام و بابا طاهر و همینطور میری، و فیلسوف هایی که از طرف حکومت ها اومدن با پول، مثل ارسطو و بطلمیوس و دیگر فیلسوفانی که همین الان تو انگلیس درس خوندن که برای تو تفسیر مولوی رو میندازن و هیچی از مولوی به تو نمیگن. یعنی رازهای مهم مولوی رو به تو نمیگن و رازهایی رو به تو میگن که اصلا به درد تو نمیخوره. تو این برنامه میفهمیم، تو این برنامه تعریف صفر رو میفهمیم و میفهمی که دا صوفی که صفر رو در محور اعداد گذاشت برای چی گذاشت. در این برنامه ابعاد زمان یعنی بعد چهارم رو تازه میفهمی. در این برنامه بعدهای جهان هستی رو میفهمی، بعد مرگ رو میفهمی. انقدر این برنامه شما رو به شکم مادرت و به بعد از شکم مادرت و بعد از مردنت میبره که تو تمام رازها برات فاش میشه. باید تحمل کنی، نباید عصبانی شی. چرا؟ چون باورهای تو رو به صورت کامل همانند یک آنتی ویروس که وارد بدنت میشه، ویروسهای کثافت درونی تو رو میکشه، به همین خاطر به هم میریزی. و چون ترک عادت به قول سعدی موجب مرض است، متاسفانه فکر میکنی مرض داری، ولی بعد از مدتی که برنامه رو ادامه میدی متوجه میشی اوه مای گاد، رازها فراتر از این حرف هست. اسنادی هم که در این کتاب ها هست، اسنادی است که از بزرگانه. یعنی چی؟ یعنی الان ببینید ما از توری سال از کی حرف میزنیم؟ ما داریم از مولوی حرف میزنیم. آخوند از کی حرف میزنه؟ آخوند کیه که داره حرف میزنه؟ تو این برنامه، تو یکی از این برنامه من توضیح دادم، یک آقای بسیجی گفتش که آقا شما میگید که
استناد میکنی به مولوی، رو کتاب مولوی، و آخوندها هم دارن استناد میکنن به روایات. دوما من انتخاب کنم؟ گفتم تو دقیقا این اونی که بین ننت و بز یکی رو بخوای انتخاب کنی، اصلا غیر قابل انتخابن. سندهایی که ما داریم میاریم از بزرگانی که جهان تایید کرده، سندهایی که تو میاری از آخوند سر کوچه‌تون توی یه مسجده. بعد علامه مجلسی در شب بخیران توضیح دادیم که کتاب‌هایی که بعد از نوشتن، یعنی علامه مجلسی با کل خاندانش نمیتونست انگار کتاب بده بیرون که داده بیرون. یعنی چی؟ یعنی سندهایی که شما میری براش اونجا عربده میکشی، پسر خوب عزیز بسیجی عزیز سپاهی عزیز، سندهایی است که از آخوند اصلا معتبر نیست، این آدم اسمش نیست. مثل شهدا. الان شما اگر شهدا و مدافع حرم واقعا آدمای مهمین، کجا از این قبرستان شهدای نادرشاه؟ میگه حسین نمیدونیم. این شهدای 200,000 نفری که در جنگ های نادرشاه به نام خدا رفتن مردن، مگه شهید نیستن؟ کو قبرستونشون؟ من میخوام برم فاتحه بخونم. میگه آقا جز نادرشاه هیچ کی نیست، قبرشون نیست، چون اینا شهید چیز خرن. و این در برنامه ریستار توسط تفکرات مولوی که شهید چیز خر رو توضیح میده توضیح دادیم. پس اسناد ما از آدمایی است که هر کدومشون جهان هستی ان از اعتبار. یعنی حافظ وقتی گوته اسم حافظ رو میشنوه، فیلسوف آلمانی وقتی اسم حافظ رو میشنوه، جز سکوت، جز عربده، جز فریاد راهی نداره و کتاب میده بیرون به نام دیوان غربی شرقی راجع به حافظ، کتاب میده بیرون. خب این سنده. فیلسوفا و صوفیان در طول تاریخ خودشونو اعلام کردن، نفرات بعدی رو، دیگران رو تایید کردن. یعنی آقای مولوی میگه ای افلاطون من، ای جالینوس من، شمس من و خدای من، اسامی رو داره میاره. اسامی چوشه؟ یعنی گوته میگه حافظ خدای من است، خب دیگه معلومه تحت تأثیر از کیه. خب معلومه عرفانی که گوته داره بیان میکنه، اگر تو آلمانی بشی کتاب گوته رو بخونی قطعا به حافظ میرسی، قطعا میرسی به سادگی. مثل جناب آقای هگل و انگلس رو نمیدونم عرضم شوه که مارکس و اینا چی گفتن؟ اینا گفتن عالم ملک مولوی و سعدی و اینا رو توضیح دادن، همه دارن جیغ میزنن آفرین آفرین. یه شعر داره، کل حرفای اونا مثلا بخونی خیلی جالبه که بدونی. یه شعر با برای در ریستارت خوندیم که میگه یکی از تو هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، که توضیح دیم توش که آقا خدا در ذره ذره موجود وجود داره. این شعر و این داستان ها مال مثلا 1000 سال پیشه و هگل و اینا هم همین میگن خدا خدای خرده، در ذره ذره ها وجود داره، اینجوری حالا مادیشو دارن میرن. یا مثلا صحبت های این شکلی ضد نقیضی، اینها همه این حرفا رو از سقراط برداشتن و دارن توضیح میدن، ولی این منبعشو بیان نمیکنن. در ریستارت یک باید شما ابتدا از به ترتیب گوشش کنید. دو، هر کدومش درسته 45 دقیقه 50 دقیقه است و درسته که 30-40 میلیون شنیدن، ولی هر کدوم از این برنامه های ریستار درسیست از اندیشه های پنهان و نهفتهی که از بزرگان جهان هستی بیان شده و نه یک خاخام یا کشیش یا دیگران. در برنامه های ریستارت ما توضیح دادیم که اگر کسی مندلیوف و جدولشون نمیشناسه، یه بار بره سوال کنه از این بچه های فیزیک و شیمی و ریاضی، از پسرش یا دخترش که این اطلاعات رو داره، 10 دقیقه واسه مادر پدرش توضیح بده که عدد جدول تناوبی مندلیوف میاد رازی رو بین عناصر کشف میکنه و عناصر رو جایگاهش پیدا میکنه و ما اومدیم جدول تناوبی ادیان رو باز کردیم. یعنی گفتیم آقا ادیان یه رازی دارن که در جریان نیستی و با سوالهای بسیار ساده در برنامه ریستارت ما این آدمها رو به چالش میکشونیم و رازها رو دونه دونه خودمون برات باز میکنیم. یعنی سوال میکنیم و سوالش جواب میدیم در برنامه‌های بعد و تو یواش یواش اینو متوجه میشیم. مثلا ما به یک کشیش میگیم آقای پاپ، میگه بفرمایید. آقای کاردینال، میگه بفرمایید. میگیم شما راه دین رو دارین نشون میدی، از کجا نشون میدی؟ میگه انجیل.
میگیم خب پس هر کسی که بیاد بره پیش شما، بره تو این اتاق بشینه کتاب انجیل رو بخونه و اینا، آیا انجیل رو میفهمه و راه دین رو میفهمه؟ میگه بله. میگیم خب میشه یه سوال بپرسیم؟ میگه بفرمایید. آفرین که سوال میکنه. این همیشه هم اینجوری هم دیگه، مثل این بیخودها که نیچه رو ورداشته بود، از وقتی که ریستارت پخش شده نیچه اومد تو تصوف دیگه، همه چیزش ریخته به هم دیگه، چیزی ندارن توی مجازی پخش کنن. نیچه به قول نیچه، نیچه میگفت فلان، بعد فهمیدن ابرمرد راجع به انسان کامل نیچه حرف زده که میگفت زرتشت داده بیرون، که زرتشت همون ابراهیمه و خیلی چیزای دیگه. خب خیلی زجرآور دیگه، بدبختی الان دیگه نمیدونن چی بزنن. میگیم خب آقای پاپ، میگه بفهم. میگم سوال ما از شما اینه، شما عیسی رو کی میدونید؟ میگه پسر خدا. بعضیاشو میگن خود خدا، بعضیاشو میگن دیگه پیامبری بزرگتر از عیسی نداریم. میگیم راه نجات چیه؟ میگه عیسی. میگیم دیگه چیه؟ میگه صلیب. میگیم اوکی، ما همه حرفای شما رو قبول داریم. میگه بفرمایید. میگم سوال ما از شما اینه که آیا به نظر شما عیسی از نظر مغزی مشکل روحی داشته؟ میگه نه. میگیم قبول دارید آدم فهمی بوده؟ میگه بله. میگیم چرا عیسی کتاب انجیل خودش ننوشته؟ سکوت میکنه. میگیم چرا 200 سال بعد از عیسی کتاب اومده بیرون؟ یعنی پیامبری از طرف خدا یا پسر خدا؟ وقتی پسر خدا باشه یا خود خدا باشه که دیگه بدتر، یعنی انقدر نمیفهمیده. پسر خدا، عیسی پسر خداست، اومده انقدر شعور نداشته انجیل رو خودش بنویسه، بگه آقا بنویسین رو بدیم به مردم. اگر راه نجات کتاب انجیله، چرا 200 سال بعد از عیسی نوشته شد و چرا 500 تا انجیل اومده بیرون؟ اینجا میگن خفه شو، به عنوان حکم دستور میدن، یا اعدامت میکنن یا میکشنت یا جام زهر میدن بهت، یا نمیذارن صدا پخش بشه، مثل BBC نمیذاره صدا ریستارت پخش بشه. و اثبات کردیم، یعنی 200-300 هزار تا بچه های ریستارت پیام گذاشتن در BBC که شما فکر میکنین حرفای مهم میزنه، و گفتن ازش خواهش کردن که آقا لطف کن خبر ریستارت بزن. رسما اعلام کرد ما اصلا شوخی این حرفا، ما از همه چیز حرف میزنیم الا ریستارت، زیرا که ریستارت اگر پخش بشه دیگه ما نمیتونیم حکومت کنیم، ما نمیتونیم جمهوری اسلامی رو برداریم یه احمق دیگر رو بذاریم سر توی احمق، و تا مردم احمقن ما داریم سود میکنیم. ریستارت بخیر، مردم از هیئت همقا وارد هیئت علما بشن، نمیکنیم این کارو. و سند داریم، یعنی ثابت شده، عکس گرفتیم گذاشتیم، 300 هزار تا کامنت رفتن توی این هنرمند، رفتن تو اون صفحه مجازی، رفتن تو اون صفحه رادیو، تو اون شبکه ها، همه جا رفتن، بعد جای ریاست با اوش همه جا رفتن، همه جا رو رد پای از خودشون گذاشتن. کشیشا میگن و روایت ها رو شنیدیم، قال مادر پتروس علیه السلام. میگه مادر پتروس حجی، خود عیسی نمیفهمیده قرب انجیل بده بیرون، مادر پتروس چی میفهمیده؟ میگن نه ایشون خواب دیده. میگیم خوب بیارینش ببینیم چه خوابی دیده. مارکس وسط خبرگزاری اومده حرف زده، به قول معروف به دو قسمت مارکس تقسیم شده، اولد مارکس، یانگ مارکس. گفتن اینا جوانان مارکسن که فهمشون خردیه و چپن، و اینها مارکسیست ها هستن، راست سنتی هن. بعد داری سوال میکنم مارکسیست رو، شما میگه من خدا رو شکر که الان زنده هم، میگه من مارکسیست نیستم. جلو چشت کتاب های آقای خمینی رو اینا برشن سانسور کردن، 90% کتاب های خمینی سانسوره. خمینی تو از همین خمینی بابا، تو همین چند سال گذشته است. شما به چی میخوای استناد کنی؟ اون وقت ببینیم ننه پتروس چی گفت؟ بعد خواب دید. خب منم الان میتونم خواب ببینم، همه میتونن خواب ببینن، یه کتابی رو بدن بیرون. من مادر بزرگم خواب دید که هر آخوندی که زنده است خاک تو سر ملت ایران. قال مادر بزرگ حسینی صلوات. تازه حسینی خدایی خیلی تو این ریاست گوشیم این قبول داری، حرفاش قبوله. بعد منم میتونم یه قاله بدم بیرون. و ای کاش مسیحیان در مقابل ریستارت کم بیارن و لنگ بندازن. اینجوری نیست به والا، بدتر از این میشه. یعنی شما انگام که ریستارت ها رو گوش میکنین، کل مسیحی ها رو میذاری کنار، و بعد در کنار این مسیحی ها مسلمان ها رو هم جایی میدی، زیرا که اون وقت میایم از مسلمان ها سوال میکنیم شما روایتتون از کجا اومده بیرون.
میگه قال صادق، میگیم کو صادق؟ میگه صادق نیست اما صادق گفت. میگیم به کی گفت؟ میگه به حسن ابن قاله. قاله کیه؟ قاله نمیدونیم کیه، ولی بقیه میگن آدم خوبی بوده. همش روایت، همش تخیل. بعد اون به کی گفته؟ به محمد ابن والق. والق کی گفت؟ به عالق. عالق به صالق، صالق به نالق، به ما رسیده. خیلی مسخره بابا. یه گوله برف، یه گوله برف و شما ده نفر تو خیابون وایسین دست به دست کنی، اون برش هیچ آخرین نفر هیچی گوله برف تو دستش نمیمونه. شما همین الان من 25 تا جمله به شما میگم، از این اتاق میگم برو تو اتاق بغلی، در عرض کمتر از یک ثانیه به مادرت بگو جملات منو 500 جاش عوض میکنی، یادت میره. اون وقت 1400 سال پیش، 2000 خورده پیش، قال مادر پتروس علیه السلام گفت. دینی که ادیان به شما معرفی میکنن میگن قاله گفت. دینی که ریستارت میگه، میگه الان نمیگویم، الان در زمان حال سوال داریم. الان گفت، ولش کن، کی گفت؟ و اسنادش از مولوی و سعدی و حافظ و بزرگان تاریخ میاریم. کنار مسیحا وقتی مسلمان ها میذاریم، یهودی ها لبخم میزنن، دوباره همین سوال میکنیم. میگیم آقا، میگه بفرمایید. میگیم، میگه موسی دیگه ما میتونیم بگیم جیزت کار مهمی انجام نداده، دوتا مرده زنده کرده، چاکرت هم هستم. موسی که عصا ول کرد، اژدها شد، مگه نمیشد یه کتاب ول کنه 3000 تا کتاب بیاد بیرون؟ دیگه تورات دیگه باید حداقل 3000 تا بیرون بشه. دست خط موسی در تورات کو؟ 257 سال بعد از جناب آقای موسی تورات نوشته میشه، اولین تورات میاد بیرون. خاقاما میگن صحبت راجع به تورات نکن، تورات کتاب آسمانی است، مال خداست، و هر کی با تورات مخالفه پدر سوخته است، باید کشتش. به کشتن، نه اینکه فقط حرف زده باشن، عملا کشتن. برو قرون وسطی به این مسیحی‌ها همه رو کشتن. هیپاتیاک اون یکی از زمینه‌های صوفی تاریخه، کشتن، پوستش کندن، کشتنش. مریم همینطور بوده، دیگران همینطور بودن. قال مریم، چه قاله؟ کو قاله؟ به چی استناد میکنن؟ به کتابی که خود موسی ننوشته. هموطن، زرتشتی ها خودشون میدونن اواسط ساسانیان کتابشون، اولا اسکندر یک کتاب داشتن برد، یک کتاب 70% سانسور رو برد. خودشون میدونن، خودشون همشون میدونن. وسطای ساسانیان یه کتاب دیگه نشستن مغها نوشتن، موبدان زرتشتی با مزه نشستن نوشته، بعدشون میدونن، میگن این کلام خداست. ببین تو، و تو چطوری قبول میکنی؟ تو چرا مشکل روحی داری؟ من نمیدونم. ببین، من تمام متخصصان چشم پزشکی میگن آقا شما میله رو تو چشت نکن، شما میگی نه. تو آخوند سر مسجد گفت بکنی هم اشکال نداره برای حسین، میکنی کور میشی. نه، همسایه‌مون گفت قرص رو بخور. میگم آقا دکترای جهان میگن نباید بکنی کارو. نه نه نه، بله بله بله، اونا که آدمای بزرگی هستن، ولی همسایه گفته بخور دیگه. و با سوالهای بسیار ساده تو به سادگی متوجه میشی که کتاب و سنت و روایات همش چیزهایی که به دست یه آدمایی رسیده. اولا همشون شبیه همین آخوندا بودن دیگه، شما چرا فکر می‌کنی یه چیز شاخدارتر بودن؟ اون که قال صادق گفته و گفته لاغر و لاغر به ساغر، ساغر به داغر رسیده به این، اینم شبیه همین بوده دیگه. پس هیچ سوالی رو در هیچ سوال ریستارتی و هیچ دینی پاسخ نداد و سندش هم موجوده. تو الان هیچ کدوم نمیتونم پاسخ این سوال رو بدم. و ریستارت برنامه‌ای که شما رو هوشیار میکنه، بیدار میکنه، خرد شما رو تکون میده، و باید به ترتیب گوش بدی و بیای جلو و متوجه شی، ببینی که دین واقعی از کجاست به کجا. حقانیت این برنامه نشانش سانسورهای بزرگان تصوف و عرفانه و حکما، فیلسوفا که همشون اسامی یک آدمه،
و میلیاردها دلار پولی که خرج شدن و وقتی که گذاشتن و کشتن و اینا همه چیزایی بوده تو تاریخ بوده و سندش موجوده و ما سندمون از معتبرترین آدم هاست که تقدیم شما شده در برنامه ریستا. مثال های خیلی زیادی در ریستار داده میشه و اون این که کار خوب چیه، کار بد چیه، آیا شما میتونی کمک کنی آیا نمیتونی، چرا شما یک آدمی که به زن بچه مردم تجاوز کرده چون پول داره و میده نماز براش میخونن و چون پول داره میره میده یه مسجد درست میکنن، این چطور میره تو بهش؟ پس پول میبره تو بهش، یعنی همین پولها دوباره تو رو وارد بهش میکنه. اینا کلا نظریاتی که رد میشه در ریاست و علمی به شما ثابت میشه و اسامی توش معلومه، همانند ملک و شعرهای بهار که سعدی رو پیامبر میدونه، اینها پیامبرانی در تو تاریخ وجود دارن. راز دیگری در برنامه ریستا در آینده باز میشه به نام انسان کامل و میبینیم که چند صد هزار سال بوده تو بشر آخری از 108 هزار سال پیش تا الان، چند ده هزار سال هم است که این بشر آخری داره روی این تأکید میکنه و ایرانی و خارجی هم ندارن، همشون حرفاشون شبیه، همشون حرفاشون یک جمله است و اون این که به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم انسان کامل دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. اوایل برنامه ریستار یه خود من فوشم دادم و دلیلش هم خیلی، حالا هر چی دلیلش بوده که اومده هر چی اومده دهن من بیرون درست بوده اون موقع، ولی عرضم حضور شما که دختر پسرهای زیر 20 سال جمهوری اسلامی خیلی جذب کرده بود و بعد اینا برمیگشتن و نوع گویش ریستار طوریه که هر شاخه یا هر گروهی رو بتونه جذب کنه و این کارم کرده. نشونش الان 34 میلیون 30 میلیون بالای 30 میلیون شنونده داره. این نشانگر اینه که تا الان پس برنامه ایرادی نشه، اگر یه دو تا ایراد ازش میتونستم بگیرن تا حالا برنامه رفته رو هوا. و این برنامه چندین بار تاکید کردم، باز هم تاکید میکنم که مال من نیست، این افکار بزرگان تاریخ است که من از روشون برداشتم برای شما توضیح میدم و دست حکومت ها، بی دین ها و دیندار ها رو برای شما باز میکنیم، کما اینکه راجع به دموکراسی، سکولاریسم هم توضیح دادیم و دنیا اصلا نمیخواد شما موضوع رو بفهمید. چرا؟ چون حکومت و دولت ها دست یک گروه آدمیه که اینها کاملا میدونن که ریستارت یعنی چی، همشون میدونن، همشون 90 درصد ریاست جمهوری جهان میدونن ریستارت یعنی چی. همین الان که این داره برنامه پخش میشه، الان CIA داره این برنامه رو ضبط کرده، آدم گروشه، کارشناسوشه، مطمئن باش، مطمئن باش از قسمت پنجم بوده که ما میدونیم. کاگبه الان برداشته اینو تنظیم کرده، بررسی کرده چی کار میخواد میکنن، چه هدفی دارن، چون 700 سال طول کشیده همچین برنامه اومده، تا حالا همچین برنامه‌ای نیومده که. و همین خاطر تمام سازمان‌های جاسوسی جهان دارن این کار انجام میدن. اگر میبینید که بی بی سی پخش نمیکنه، بیچاره کارمندای بی بی سی هم واقعا بدبخت کار نمیتونن کنن، رزق روزشون قطع میشه. با از MI6 اعلام شده اصلا این مسارت مستقیمه. سازمان اطلاعاتی جهان چیزی برای گفتن در مقابل ریستارت ندارن و میدونن اگر ریستارت به هر زبانی در جهان پخش بشه رژیمش عوض میشه، مردم فریاد خواهند زد و سوالهایی رو که تا الان بهش جواب ندادن ازشون میخوان و اونها نمیتونن پاسخ بدن، تو چیزی در چنتشون ندارن و همه شکست خواهند خورد. اصلا دلیلش اینه که الان دنیای اینترنت دیگه نمیتونن یک آدم ها رو مثل سقراط بکشن، این سادگی نیست. و ریستات کاری کرده که با کشتن یک آدمی مثل حسینی، ریستات حقانیتش به 100 هزار تا میرسه. اصلا دیگه شوخی نیست، 100 هزار قانون بزرگ در دنیا وجود داره. نتیجه گیری کل این حرف من اینه که این برنامه رو دادیم بیرون که خواهشن بچه های بسیج سپاهی عزیز که 90 درصدتون مخاطر این که رزق و روزیتون بگذره اونجوریم و ما اینو میدونیم و ما هم شما رو دوست داریم. اصلا فکر نکن ما شما رو شبیه اون سپاهی یا بسیجی میدونیم که سر مردم زده، همه که سر مردم نزدن که. خیلی از بسیجی ها زمانی که یه بسیجی تو سر کسی زده ناراحت شدن تایید برشون. ما از شما خواهش میکنیم که به جای این که بری به قالق اولا اینا به چسبی، یه بار این برنامه رو گوش کن و بعد محمد ابن عبدالله واقعی رو تو این برنامه بشناس. یه بار بدون که موسی کیه واقعا، عیسی کیه واقعا، و یه بار خودتو تکون بده، خونه تکونی کن، دلتو تکون بده و مطمئن باش که شکست نمیخوری و ضرر نمیکنی. مطمئن باش که بعد از 20 تا برنامه ایمان به این برنامه چندین برابر خواهد شد
و راه دین رو بیشتر میفهمی و راحت میفهمی چه جوری میشه اون دنیا رو داشت، چه علمی و خردی و چه عامیانه. به هر زبانی در روی سارد این بیان شده. بدون تعصب گوش کن و متوجه میشی که دین پدر مادر تو بدترین چیزیست که به تو انتقال داده شده و دین پدر مادر دین نیست و پدر مادر تنها جایی که تو شما میتونی روبروشون بیسی روبرو پدر مادر راجب دینه و راه دین راهیست که فقط ریه سارت توضیح میده. برای همین شما وقتی میری آدم های فیلسوفارم که نگاه کنی اصولا میزنن بیدین، بیدین یعنی این که نمیدونن دینشون چیه و گیجن، چون سوال ها عجیب غریبه و عرضم حضور شما که حکومت ها هم تلاششون رو میکنن که تو رو از راه درست افکار این فیلسوف خارج کنن. کما که ریه سارت هم الان شما نگاه کن همین طور دارن یا مسخرهش میکردن، حالا الان دیگه اینقدر تعداد زیاد چه نمیتونم میگن 40 میلیون احمقن که میفهمه دیگه، یعنی میگه بسیجیه داره گوش میکنه، سپاهیه داره گوش میکنه، گیج شده تو وزارت اطلاعات هم گیج شده، الان دیگه نمیتونن، ما از مرزی گذشتیم که نمیتونن دیگه ما رو مسخره کنن. الان میگن دین جدید آورده، اول گفتن دکتر شریعتی اومد، بعد گفتن خمینی اومد، الان میگن نه 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 این خیلی باهوشه، خداست بلده چی جوری یه چیزی درست کرده که اصلا دست کسی بهش نمیرسه. حالا من حالا گفتم باهوشه ولی دروغ میگه، باهوشه ولی میپیچونه. ببین الان حالا این مرز رد میشه، یواشش میگم که آقا درسته، حرف ایشون درسته و زن و مرد در روی سارت فقط مساویه. یادت باشه همه ادیان و بیدین ها زن تفاله ایست که باید تفن تو خیابون. فقط در روی سارته که زن و مرد مساویان و مرد یعنی فقط انسان کامل و صوفیان و زن یعنی من و تویی که داریم برنامه رو گوش میکنیم. این هم اصطلاحاتی بوده که در روی سارت وجود داشته و خیلی چیزهای دیگه. مفهوم می و ساغر و اینها رو شما در روی سارت میفهمی، کما اینکه در کتاب دیوان غربی و شرقی جناب آقای گوته کلمه الله و گوته برداشته، همون کلمه الله هم توش هست، به نوعی بلبل و ساقی و درویش و حوری و مشک و اینا همه توش هست. چرا؟ چون پیامی توش نمیتونه راجبش حرف بزنه و ریسار تمام وحدت وجودی ها رو دوست داره و احترام براشون قائله و شما رو هدایت میکنه به سمت صوفیان که دور یک موجودی به نام انسان کامل هستن با خرد و اندیشه. پس اگر این برنامه رو فهمیدی ریسار تو بدون فیلسوفی، مطمئن باش دانایی، امکان نداره که دانا نباشی برنامه رو بفهمی. اما اگر بعد از چند تا برنامه، اما تو صفر داری گوش میکنی، اگر چند تا برنامه نتونستی بقیهش رو گوش کنی، مطمئن باش که نگرش خردی نداری. یعنی تو نمیتونی دانشمند باشی، نمیتونی یه پروفسور باشی، نمیتونی یه فیلسوف باشی، نمیتونی یه آدم بزرگی باشی که به مملکت خدمت کنی. چرا؟ چون تو خرد تو کلا در صندوق خانه نهان کردی و اون پشت قایم کردی و مقلدی و هر چی بهت گفتن قبول کردی. تو تاثیرگذار نیستی، رو تو تاثیر گذاشتن و همین خاطر نمیتونی توی جامعه سربلند کنی و بگی من میفهمم یا دارم فکر میکنم، چون فکر از سوال شروع میشه و پاسخ این سوال در جهان هستی اسمش میذارن فیلسوف، یعنی نگرش جهان هستی برای شما توضیح بده. مرسی که برنامه رو گوش کنین. تا برنامه بعدی ریستارت که روال عادی، بدرود.